اول میام سر قضیه این که آیا در جوامع اسلامی کشتن مسلمان کشتن کفار جایز است؟ ببینید کفار سه نوع هستند. یکی کافر ذمی است، یکی کافر معاهد است، یکی کافر حربی است. کافر ذمی آن کافری است که در کنار ما زندگی می کند، در شهر ما همسایه ماست، کافر است. هندو هست، سیک است، مسیحی است، یهودی است، بت‌پرست است، ملحد است، هر دینی که دارد. تنها وظیفه تو به عنوان یک مسلمان این است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، با حکمت، با سخن نیکو اون رو دعوت بکنی، اجبارش نکنی، لا اکراه فی الدین، مجبورش نکنی تو بیا چاخو رو گردنش بگی تو بیا کلمه بگو، نه، به اینطور مسلمان به درد نمیخوره. اینطور مسلمان شناسنامه خود ما زیاد داریم. این اهل ذمه است، اینا کسایی هستن که در این کشور به دنیا آمدن، در کشور اسلامی در کنار ما بزرگ شدن و شهروند این کشور هستن. کشتن اینها، اهانت به اینها، توهین به اینها جایز نیست. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 9 می فرماید که آیه 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الله سبحانه و تعالی شما را من نمی کند از این که به کسانی که به خاطر دین با شما نجنگیدن و لم یخرجوکم من دیارکم، شما را از شهر و دیارتان خارج نکردن، بیرون نکردن، ان تبروهم، که با آنها نیکی بکنید. سبحان الله، نیکی بکنید، بله باید نیکی بکنید، حق امسایگی رو باید ادا بکنید، در وقت نیاز باید بهش کمک بکنید، اگر بهش ظلم میشه بعد ازش دفاع بکنید، اگر مظلوم است بعد در کنارش وایستید. این در مقابل کافر است، کافر، کافری که در یک کشور اسلامی زندگی میکند، نیکی بکنید با آنها. و تقسطوا الیهم، و با آنها با عدالت برخورد بکنید، عادل باشید، ظلم نکنید، ستم نکنید. ان الله یحب المقسطین، الله سبحانه و تعالی عدالت پیشگان را دوست دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می فرمایند که کسی که اهل ذمه را، کفاری که در سرزمین های اسلامی زندگی می کنند، اهل اون منطقه و شهر هستند، اذیت می کند، انگار که مرا اذیت کرده است. در حدیث صحیح دیگر می فرمایند که کسی که اهل ذمه را بکشد، بوی بهشت هم به مشامش نمی رسد. اینا اهل ذمه هستن که در کشورهای اسلامی زندگی می کنن. حالا به این گروه جاهل نادان داعش می گیم که اینا ایره که شما می کشید، اگر به عنوان مسلمان می کشید که قتل مؤمن یا مسلمان حرام است، جایز نیست. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی که اگر انسان مؤمنی را میکشد، اگر انسان مسلمانی را میکشد، جزای او جهنم است. در مورد قتل آیات و روایت فراوانی است که انشاءالله ذکر خواهم کرد. اما اگر شما اینا را کافر میدانید، حکم کفرشان را صادر میکنید، بد میکشید، اینا که کافر، حداقل کافر ذمی هستند، بنابر منهج باطل شما، بنابر اون عقل کج و معوج شما، بنابر آن دینی که شما سرچپه فهمیدید، اگر اینها را مسلمان میدانید که قتل مسلمان جایز نیست در هیچ صورت. اما اگر کافر میدانید، خب اینا از کدام نوع کافر هستن؟ مخاطب من اون بزرگای اینها که در پشت پرده هستن و دست نشانده های استخبارات کشورهای غربی برای ضربه زدن به اسلام هستن، مخاطب من اونا نیستن. مخاطب من این جوانهایی هستن که امروز متاسفانه این فهم نادرست از دین رو در مغز اینها فرو بردن، و جوانهایی که در سن 15، 16، 17، 18، 19، 20 سالگی، صحبتهای دیروز پریوز بود با یکی از اینها، حالا نمیدونم شماره من از کجا پیدا کرده بود، تماس گرفته بود، استاد ما نمیدانیم با این تواقیدی که در افغانستان ایرادیره. کدوم تواقید؟ همین طالبان. خب
خب طالبان برای تو شما شدن تواغیت. قبل از طالبان چی بودن؟ اونا ملائکه بودن، فرشته بودن. ببینید که دشمن چطور این از اینها استفاده میکنه. در هر زمان، در هر مکان، به شیوهی که بخواد، چون اینا را همینطوری کوک کردن. خب برمیگردیم به موضوع. حالا اگر اینا کافر هستن، چه نوع کافر هستن؟ اهل ذمه هستن؟ طبیعتاً هیچ غیر از این که با اونا بگید اهل ذمه، دیگه نمیتونه بگید کافر معاهد هستن یا کافر حربی هستن، چون اینا در اونجا به دنیا آمدن، در اونجا زندگی کردن. خب آیا در اسلام کشتن اهل ذمه به این شکلی که شما میکشید جایز است؟ والله جایز نیست. کسانی که فریب این گروه استخباراتی مخرب دشمن اسلام رو خوردید، جایز نیست. وانگهی آیا کشتن کودکان، اطفال در این ماه رمضان در داخل مسجد و مدرسه جایز است؟ من تحدی میکنم به همه مناظرین و دعوتگران و کسایی که ادعا میکنن که میفهمن چیزی از این مردم، یک دلیل از قرآن و سنت و سیرت و تاریخ اسلام بیارید. حتی میگن در وقت جنگ، در وقتی که جنگ هست، کل کفار، زن و بچه و مرد و زنشون همه بسیج شدن بالای شما، حمله کردن، با شما دارن می جنگن. در این زمان که دیگه فرق بین این که زن است و فلان است نیست. حتی در این حالت علما میگن که کودکان اونها نباید کشته شوند، ولو که در صحنه جنگ دستگیر میشن، چون اونها کودک نابالغ، خب اون حول و قوتی از خودش نداره، پدر و مادرش مجبورش کردن آوردن، اختیار که نداشته. این در حالتی است که جنگ رسمی بین کافر و مسلمان هست. اما اینهایی که میرن در مسجد، مثلا در مسجد رفتن، در مسجد صوفیای سیفی، با همه اشکالاتی که اینها دارن، و مشکل ما با اونها مشکل عقدی است، مشکل اعتقادی است، مشکل فقهی هم نیست، مشکل فروعات هم نیست، مشکل در اصول و ثوابت دین ما با اونها مشکل داریم، اما آیا تو وارد اون مسجد میشی، مدرسه میشی، خودتو منفجر میدی یا بمبی رو منفجر میکنی که 30-40 کودک نابالغ حافظ قرآن رو به شهادت میرسانی؟ اینو در کجای دین گفته؟ در کجای قرآن، در کجای سنت گفته؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اطفالی که ما شما میدانیم در افغانستان، برای اون اکثر مردم این که این سیفی است، این حزبی است، جمعیتی است، طالب است، فلان است، برایش این مهم نیست. اگر هر یهود و نصرا گبر و ترسای یک لقمه نانی به او بده میرن. مردم فقیرن، نادارن، گرسنن. به خاطر یک لقمه نانی که در آنجا میدادن، اینها رفتن در اونجا، در اون جلسه شرکت کردن. این جاهل نادان داعشی احمق میاد اونجا خودشو منفجر میکنه، الی جهنم و بئس المصیر، و تعدادی از انسانهای بیگناه را هم میکشه. در کجای دین این رو گفته؟ در کجای اسلام این رو گفته؟ من میگم تحدی میکنم از قرآن، نه سنت، نه از تاریخ، سیرت، از هر جایی که دلتان میخواد یک دلیل بیارید که باید این گونه شما اطفال و کودکان بیگناه را بکشید. یا در کابل، و دفعه اولشان هم نیست، و ما در هر مناسبتی که این اتفاقات افتاده تقبیح کردیم، اعلان براءت کردیم که این کار، کار مسلمان نیست که شما میری در مسجد و مدرسه و حسینی شیعه خودتو منفجر میکنی یا اونها را به قتل میرسانی یا بمبگذاری میکنی. این کار مسلمان نیست. در هیچ جایی از قرآن و سنت نگفته که شما کافر رو این گونه بکشی، چه برسه به کسی که ادعا میکنه که مسلمان است. اگر کافر است، کافر اهل ذمه است، در کشور زندگی میکنه، در کنار ما زندگی میکنه، اما اون ادعا میکنه که من مسلمانم، کلمه میگه، نماز میخونه. اکثرشان از این شرکیات و کفریاتی که ائمه اینها، آخوندهای اینا منظورم است، تبلیغ میکنن، اعلان براءت میکنن، بیزاری میکنن، تو میای اونها رو به این شکل فجیعانه میکشی؟ این در کجای اسلام گفته؟ در کجای قرآن گفته؟